بچه های مدافع حرم به نظر من یه مش عاشقن، یه عشق عجیبی اینا رو کشیده برده اونجا. این که میگن طلبیده، واقعا طلبیده شده بودن اینا. شخصی مثل شهید مجید قربانخانی، به هر حال عرض کردم تیپش رو، اون به هر حال منش و کردار رو، اون فرم زندگیش اصلا نمیخورد، ولی عاقبت به خیر شد، سر از اونجا در آورد و تو حرم حضرت زینب ما دیدیم که ازش چجوری میخواست که ببردش. یا خالی که رو دستش بود، مثلا شب عملیات اومد گفت آجی ایشالله که خدای خاکش کنه یا پاکش کنه. یه همچین بچه هایی اونجا بودن. مجید قربانخانی خیلی بچه با غیرتی بود. من اونجا بهش گفتم، گفت به نظرت خدا بخشیده ما رو، میبخشه ما رو. گفتم خدایی نبخشیده بود که اینجا نبودی. این بود که یه موش بچه های معصوم، بچه های خوب اونجا بودن و تیپ های مختلف بود. ما اونجا مصطفی خواجه‌پور داشتیم، کسی که وقتی میخواست بره شناسایی یواشکی در رو بوشه من گفت آجی مواظب زن و بچه من باش، خیلی مظلومه. هر کاری کردیم که آقا شما برگرد، شما نمیخواد بری، گفت نه من رفتم. رفت. خیلی هم سخت مجروح شد، خیلی سخت مجروح شد. مهدی شیر محمدی داشتیم که به هر حال بی ام و سوار شرک غرب بود، ماشین 400-500 میلیونی زیر پاش بود. اصلا تن چیزی که براش مهم نبود شاید پول بود. و همین مهدی شیر محمدی رو وقتی یه مقدار تحقیق میکردیم میدیدی که ای بابا ما کجاییم، این کجاست. مهدی شیر محمدی مثلا صاحب اون ماشین، صاحب اون زندگی تو شرک غرب، اربعین امام حسین، سر از کربلا در میاره با لباس کارگر شهرداری تنش میکنه و اونجا به عنوان کارگر شهرداری خدمت میکنه. این آقای مهدی شیر محمدی که رو ماشینش نشسته اینجا با لباس کارگری شهرداری توی کربلا داره کارگری میکنه. یه همچین بچه اینا از کسی طلبی داره، نه به کسی بدهی داره. بچه ها رفتن از حرم حضرت زینب، از طرقیه و اینها دفاع کنن، از حرم سید الشهدا دفاع کنن، از حرم امیرالمومنین دفاع کنن، ولی دارن سرنوشت تاریخ رو در منطقه و در جهان تغییر میدن. ریال دریافت نکردن، یک ریال دریافت نکردن، نخواهند کرد، چون همشون اعتقادشون به این بود که اجر کارمون ضایع میشه. داره که اجر کارشون هم ضایع نمیشه، به هر حال درآمدی که اینجا داشتن و گذاشتن اومدن اونجا باید تامین میشدن، ولی خودشون نخواستن بشه این اتفاق بیفته. مثل این میمونه که به قول خودشون گفتن شما دهه محرم برید نوکری امام حسین رو بکنید، بعد بگی شبیه امت به من بدید. این اصلا با عقل جور در نمیاد. خب صحبت هم زیاد بود، مثلا یکی مثل آقای شیر محمدی اینو چقدر میخوام بدم مثلا که این راضی بشه. نمیتونه به خاطر پول بلندش بیاد اونجا جونش رو بگیره کف دستش. اینایی که این صحبت رو میکنم میخوام ببینم اگر یک شب، من نمیگم 50 روز 45 روز، یک شب به ندیدن زن و بچهشون مثلا چقدر میخوام معامله کنم، ندیدن زن و بچهشون، یک شب این که فکرشو بکنن که شاید ممکنه برنگردن. اصلا همه اینو به کنار دار، شما بهشون بگید یه بند انگوش تو بده 1 میلیارد بگیر، خب اینو میکنن این کارو، یه بند انگوش بیشتر نه. ما حبیب عبداللهی داشتیم که موقعی که تویتر رو زدن برای ما فکر کردیم شهید شد، خیلی بد آسیب دید.
چشمش کلان تخلیه شد، یه طرفش کاملا سوخت، انگوشش هستش رفت، یه پاش رفت. موقعی که تو بیمارستان بقیت‌الله دکترها گفتن که آمادهش کنید که بهش بگیم که میخواییم چشمتو تخلیه بکنیم، گفتیم نه آقا راحت بهش بگید. گفتم پس میفت اگه بهش بگیم نه. رفتم بهش گفتم آقا ممکنه که چشمتو تخلیه کنیم. دستش رو برد بوده گفت رزم به رضایی که ایشالله که از زینب قبول کنه ازم، ناقابله. قول معظم رهبری فرمود اینها اگر نمی رفتند و مبارزه نمی کردند و نمی جنگیدند حرمی نمی ماند. کربلایی ها شما 20 میلیون زائر حسین اگر نبرد اینها نبود کربلا نداشتی، نجف نداشتی. زینب ازم ناراحته، دل خودم قیامت، زینب ازم، دل خودم قیامت، ای مهربون ای بابا خان چه وقت رفتنت بود. Fatima Jones.